دنیا تست دادیم و نکته آخر برای امروز بریکس آقا دلار رو دارم میزنیم کنار ببینیم فلان شد یه خورده واقعیتاشو شد بدونیم ببینیم چی بریکس یه که پنج تا کشور بودن دور هم جمع شدن بیش برزیل آرش روسیه آیش ایندیا سی چین اسش هم سات آفریقا آفریقا جنوب اینا جمع شدن نگاه کنید از برزیل قاره آمریکا قاره آفریقا بعد روسیه اروپایی آسیایی چین هم که در واقع ته آسیا و هندم که از نظر جمعیتی تقریبا همین یه چین و هند بسته دیگه لا 40 <تصفح> تا 45 درصد اقتصاد دنیا دستشونه همه. هر سال هم داره اضافه میشه این بریکس میخوام یه سری از کشوراشو خیلی مثلا سراغ برزیل اصلا نمیرم سراغ هند یه خورده توضیح دادیم بارد بحث اقتصادی هند هم من نشدم فقط لابی های ثروت و قدرت و خانواده ثروتمند این دوی توضیح دادم اونم مرتبط با مودی فقط چه وقت نمیشه اینا رو بحث کنیم دارایی چین به دلار دو تا دو سه دهم تریلیون دلار ذخایر ارزیش از این میزان اوراق قرضه خزانه داری آمریکاش 775 میلیارد دلار یعنی چینی ها رفتن اوراق قرضه آمریکا رو خریدن تا دو سال پیش بالا یه تریلیون دلار بود چین آرام آرام داره اونو کم چینی که خودش دو تریلیون دلار دلار ذخیره ارزیشه دوست داره دلار بیاد پایین ها باری کلا یه خود برای به تله دلار صحبت کن شست درصد زخایر ارزی بانک های مرکزی کل جهان همین کشور خودو به چیه؟ به دلار. یعنی اگر دلار سقوط بکنه ذخایر ارزی کشورها مثل برف یکی چی آب شده مثل یخی که آب شده و سرمایه هم هست که بیشترین قدرت نقد رو داره خیلی سریع و راحت نقد میشه همچنین تقریبا تمام قراردادهای بازارهای کالایی از جمله قراردادهای نفتی هم با چی قیمت گذاری و تصویه میشه؟ دلار. در حال حاضر مجموع تعهدات مالی ایالات متحده بدهی دهی ایالات متحده به باقی جهان 53 تریلیون دلاره. آمریکا بزرگترین بدهکار به کل کره زمینه. بزرگترین بده 53 هزار میلیارد دلار. این رقم هم قابل محاسبه نیست یه چیزی هم جی میگن عدد واقعی از این به مراتب بیشتره. در چون این شرایطی کاهش ارزش و, و اهمیت دلار بدهی آمریکا رو چیکار میکنه؟ کم میکنه پایین اومدن قیمت دلار بدهی آمریکا را کم میکنه, میکنه. میکنه دی؟ از طرف دیگه دارای های خارجی سرمایه گذاران آمریکایی یعنی سرم... امریکای که خارج سرمایه گذاری کردن 35 تریلیون دلاره اونجا 53 تریلیون دلار اینجا برعکسش که به طور کامل با, با ارزای خارجیه <تصفح> دلاری نیست با این شرایط چی میشه درسته یه بدهکار خالص به کل جهانه اما کاهش ارزش پولش منجر به کاهش بدهیش میشه اما ارزای جهانی که تغییر نمیکنه که طلبش اون 35 تا آمریکا یا سر جاش بنابراین حتی مخالفان سلطه دلار نیز بی معنی دارن که نرخ برابری دلار پایین نیاد به این میگن تله دلار طراحی کردن زحمت کشیدن بابا اینگه میگن در مورد دجال داریم حالا خیلی هم وارد چیز بشه که کوهی از نان و نهری از آب رو در دست داره یا آب و نون مردم دستش تا آخر زمان و هر پیغمبری یه دجالی آنچ داره که دجال پیغمبر آخر زمان قوی ترین دجال هاست سادر کننده چینی کالاشون که میدن پول به دلار دریافت میکنه خرجشون به چیه تو چین به یوان دلاره رو میان تبدیل میکنن بانکشون میاد چیکار میکنه دلارا رو برمیداره میخره که دلار بالا نگه داره بر همین ذخایر ارزی دلاریش داره میره بالا عوض به اینا یوان میده یوانش تموم بشه چاپ میکنه یعنی چین عمدن تمایل داره قیمت یوان از دلار کمتر باشه که کالای چینی نسبت به دلار ارزانتر تمام شود دلاره همیشه اضافه تو بازار خودش میخره یوان بهشون میده که قیمت رو پایین نگه داره حالا بریکس که هفتاد درصد اقتصاد بریکس یک نفره فقط چینه سی درصد بقیه همین کشور که میگه اضافه تر میشه ایران هم اضافه شد امارات هم اضافه شد ها؟ اتیوپی و اینا هم حوشمندانه انتخاب شدن فکر نکن مثلا یه اتیوپی رو چرا تو دست گذاشتی اون وسط نه جغرافیا رو داره لحاظ میکنه تنوع میخواد بده پس ارز بریکس یه پیش فرزه این اینقدر ساده نیست که شما بگید یه ارزی رو آورد دلار بریزید بیرون خود چین همون اول میسه کجا دلار رو برزید بیرون سه تریلیون دلار باد هوا میشه چی میگی تو داره آرام آرام کم میکنه میگم بالای یه تریلیون دلار کشونده الان آورده رو میلیارد دلار خب یه بانک توسعه جدید الان زدن که تا سقف 34 میلیارد دلار در سال مجوز تامین کالا و این چیزا میده. تامین مالی میده بخش. یه قرارداد اندوخته احتیاطی دارن درست کردن عضو بریکس. معادل همون IMF صندوق جهانی دنیاست که اینم بتونه یه کمکایی برشون انجام بده. یه نظام پرداخت بریکس دارن درست میکنن که قائم مقام بانک مرکزی روسیه تو مصاحبه گفت تنها موضوعی که ممکن است برای همه ما در بریکس جالب باشد بررسی و گفتگو در مورد امکان راه سیستمی است که بتواند به عنوان یک پشتیبان برای اعضای بریکس عمل کند میخوان یه معادل سویفت اینور ور بسازن این خیلی مهمه این بسیار بسیار مهمه بین خودشون هم دلار گذاشتن کنار این هم خیلی خیلی مهمه منتها این کارو دارن جوری نرم انجام میدن که خودشون آسیب نبینن چین خیلی آسته آسته داره قدم برمیدار و اینجا تصمیم چین بسیار مهمه چون 70-80 درصدش دست چینی هست. بله تو مناظره اول ترامپ و کاملا هریس ببینید ترامپ چی میگه میگه به محض که به ریاست جمهوری برسم من تعرفه های 60 تا 100 درصدی بر واردات چین وارد چین اعمال خواهم کرد یعنی الان از نظر چینی ها آمدن ترامپ بسیار خطرناک بده از نظر ما ایرانی ها بده از نظر روس ها خوبه چون گفتم من بیخیال اوکراین میشم ها میگم یعنی تو خود کشور روز بریکس هم همگرایی وجود ندارد یک جای منافعشون مقابل همه خب پوتین تو اجلاس کازان چی میگه؟ میگه هدف کشورهای عضو بریکس کنار گذاشتن سیستم دلار محور سویفت نیست بلکه جلوگیری از تبدیل, س... تبدیل به سلاح کردن دلار است یعنی اینا هم هنوز جرئت نمیکنن محکم بگن میخوایم بذاریم کنار انقدر حیثیت این برای آمریکا شما میدید قذافی اومد گفت شما ارز آفریقایی داشته باشیم کله پاش کردن اومد گفت ما ارز عربی داشته باشیم کله پاش کردن بعد ما اومدیم گفتیم آقا دلار باید بره کنار پس چرا ما کله میکنن دارن انجام میدن نمیتونن <applause> نکن نکردن دیگه چقدر تحریم کنن دیگه چقدر درگیری درست کنن دیگه چه نکن نتونستن نه نکردن نتونستن ایران دیگه عجیبه واقعا خیلی عجیبه خودش آوریل 2023 -20 رئیس جمهور برزیل آیه لولا سیلوا میگه چرا بانک بریکس نتواند یک ارز برای تامین مالی روابط تجاری بین کشور عضو داشته باشد امسال هم چیزی به صورت نمادین که رو چیکار کرد پوتین یه جوری دستش گرفته بود انگار شاباش بهش دادن دید عکسو آره انگار داشت میرقصید باش ساب مجلس بود بله آقای جوزف سالیوان مشاور ارشد سابق کاخ سفید تو مجل... مسابقه مجله امریکای فارین پالیسی داشته میگه عرض مشترک بریکس چیز متفاوتی خواهد بود فکر نکنید مانند یوروست اعلام خطر کرده میگه چون همگی کشورهای عضو آن از رقبای نظام بین المللی ما هستن یه اروپا نیستش که با هم رفیقیم آلمان بزنیم چون سرش کلش بلند نکنه انگلیسی که با هم داداشیم نه همه ما دشمنن در حال حاضر وزن این کشورها از نظر شاخص تولید ناخالص داخلی نه تنها مجموعاً بر هژمون حاکم یعنی ایالات متحده بلکه بر کل کشور گروه هفت در کنار هم برتری دارد میگه ما اینو اعلام خطر میکنیم میگه امکان دستیابی به سطحی از خودکفایی در تجارت بین‌المللی را این کشورها دارند که تادی پولی منطقه اروپا یورو نداشت آرزوی آن را داشت دلیلش تنوع جغرافیایی میونه همه یه جان هم هم شبیه خود همه یعنی تنوع جغرافیایی دارن تولیدات متفاوت دارند. این نفت و گاز داره اون یکی نداره این یکی دسترسی داره اون یکی قدرت نظامی داره اینا کنار هم دیگه اگر شکل بگیره تمامه حالا شما جا آمریکا اجازه نخواهید داد شکل بگیره یک جریان هایی رو کنترل میکنید در درون کشورها که جریانات غربگرا به قدرت برسند نگاه ها به شرق نداشته باشه کنترل میکنی ارمنستان الان تو اون کریدور شمالی بالا یا کریدور میانی بسیار کشور مهمی است پاشینیان آوردن سر کار پاشینیان از این بهش بدیم بره هاست الان شاکیت دستم میگه من میخوام بدم این رو به آذربایجان ایران نمیذاره به تو چه چند تا الان روستا داد رفت دیگه یه بش بدیم بره همینجوری اینا میدونستان دیگه چیکار میکنیم بین روسیه و ایران فاصله بعد بیفته از ترکیه اگر این تیکه بس بشه از ترکیه تا قزاقستان این طرف هم افغانستان بله آمریکا هم احمق بود 80 میلیارد دلار اصل هر بذاره بر طالبان بره نه قرار بود جنگ جهانی اونجا بشه ایران مدیریت کرد قرار بود تماس اردوغان به واسطه ازبکستان دونه دونه این تکفیری های از تو ادلب داشت میفرستد اونجا ایران هم خیلی خوشگل با طالبان دایشی میکشت اونجا خیلی تو افغانستان قشنگ بازی کرده من همین چقدر نقد کردم از اول جلسه اینجا میگم نمیتون طالبان و ورق و... یعنی بخار این جنگی که میخواستن درست کنن یعنی مسئولین طالبان توجیه شدن گفتم ها به جنگی 20 ساله داریم جنگی بدون تو رو میخوان بنازن به جونه یه جنگ داخلی بر درست کنن اشرف غنی آمریکایی اومده و رفته به سراغ شیعان میگه بیاید با همدیگه دیگه طالبان بجنگیم اونجا ایران شیعیان رو منع کرد از مداخله چرا اگه شیعیان درگیر میشدن دیگه فاطمین اینو شما هم لبه جولان نمیتونست وایسته بعد برمیگشت میرفت از فک و فامیلاش و نوامیسش تو افغانستان دفاع کنه طراحی طراحی تر, تر, تر و تمیزی بود خدا وکیلی با یه تیر 20 تا نشون اینو لحاظ کرده بودن و همین در این تردید نشی دوباره میگم موضوع مهاجرین افغانستانی تارگت ایناست امروز نه فردا نه فردا نه پس فردا ران خواهم کرد بنویسید دیگه نه. فیلم دارید میگیرید اگر انجام ندادن اینا باید مراقب بود باید نقششون رو برملا یه فیلمی میاد دارن به ناموس یه نفر تعرض میکنن دارن مگه چند تا گروه دستگیر نکردن تو لباس نیروی انتظامی به افغانستانی ها حمله میکردن ضرب قرار میدن بعد دستگیر دن. خودشون افغانستانی ها. پول گرفتن این کار رو انجام بدن آقا پایگان نظامی تو اونجا پایگان نظامی بگران. سالان رفته فکر پای کنم پایین نگاه با نظامیش برده مثلا ارتباطش قطع شده تو بسیاری از این عملیات هایی که علیه ایران داره استفاده میشه زبان فارسی بلدن از همینا داره استفاده میشه کشور عضو بریکس ارز دیجیتال خاصی هم ندارن که نهایتاً قطعا شک میگیره چون اسکناس محکوم به نابودی است اصلا تردید نکنید خب اما اون خیلی مهمه و یوری اوشاکوف مشاور کرملین مارس 2024 گفته ما باید یک سیستم پرداخت مفتپنی بر بلاکچین به نام پلتفرم چند جانبه پرداخت بریکس بریج راه کنیم رسیدن به این دیر یازود انجام میشه مونتا، چینیا میخوان دامانشون آلوده به جنگ و منگ و مثل ما و روسیه نشه. باید اینا رو کشید آورد وسط ماجرا. حالا باید هزینه بدن این نیست. ما برای کشور خودمون برای عقیدمون برای چیزام داریم میجنگیم اما وقتی بخشی از پازل بزرگتر داریم قرار میگیریم چرا ازش استفاده نکنیم؟ مگه حاج قاسم چیکار کرد؟ بلند رفت روسیه پوتینو کشون وارد سوریه کرد. همین الان تا ترکیه یا رفتن در ادلب که گروه تکفیری رو تجهیز کردم اینو پهباد بردن بهشون پهباد اوکراینی رو دادن پهبادهای انتحاری با اپراتور اوکراینی اومده رو آموزش میده شما خبرش شنیدی که روس ها تو ابلب مواضع تروریستی رو بمباران کردن یعنی دقیقا نقطه ضعف ما تو حوزه پهبادی تو سوریه فوق بودیم خیلی از این تکفیری رو با پهباد تارو مار کرد ایران خیلی اما اون این که پروا هواپیما بلند کنه جلو هواپیماهای ناتو وایسته فلان کنه به امان کنه اینو باید کشور دیگر برد. چه چرا هزینه بدی کما که تو حوزه هوایی هم ضعف داری هوایی معنی هواپیما الان مشاورای سرمایه‌گذاری من داشتم نگاه می‌کردم چیا میگن میگن زودتر برید متنوع سازی سرمایه‌گذاری با خرید دارایی‌های غیر دلاری مانند اوراق قرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا ETF همون صندوق های قابل معامله در بورس منظورش یه بچه مشترکی بین صندوق های سرمایه گذاری و سهامه به میگن ETF بعد سرمایه گذاری در کالایی مثل طلا نقره به خاطر حفاظت بکنید به خاطر ریس ارزی حضور در بازارهای سرمایه سهامی کشور عضو بریکس سرمایه گذاری جایگزین ارز دلار مثل املاک مستقلات میگن برید آرام آرام آماده بشی که دلار میخواد شروع کنه به سقوط این دور زود داره سوخت و سوز. نداره این یورو نیست این کشور اروپایی نیستن که رفیق آمریکان اینا همین الان دارن آمریکا می جنگن خیلی هاشون بعضی جنگ اقتصادی جنگ امنیتی یه کرونا یه نمونش از این جنگ بیولوژیک بود که تو این درگیری چین بهتر مدیریت تونست بکنه فهمید دست اینا رو خوند جنگی در راه مثلا اینا چیکار میکردن کارخونه هایی که آمریکایی ها. تولیداتشون تو چین بود و یعنی کارخونه آمریکاییه توی چینه مثل همین گوشه آیفون دیزاین این کالیفرنیا اسمبل این چاین اینا رو به دلیل محدودیت های کورونایی نمیذاش کارخونه بازش همین چی شد چین اینجوری باز حالشون رو میگرفت جنگی در پس پرده بود اونام برداشتن انقلاب کاغذ های سفید رو دارن نخدن. هم همزمان با قصه مهسا امینی بود تو چین رو انداختن کاغذ های سفید میرفتن بالا رو شورش کردن اونا هم بیکار نیستن همین الان هالووین اخبارش دیدید یا نه چین بگیر بگیر هر کی لباس هالووین تنش میکنه رو میگیره فهمیده شروع این جنگ از فرهنگ اجتماعیه. <تص> اینجا ما اینا رو چجوری بفهمونیم بیاد یه فکر بکنیم خود اینا ما چجوری جوری بفهمونیمشون چی به چه جوریه این مسئله فرهنگی جدیه بی شما گفتم رهبر مملکت چند ساله داره میگه آقا شبی خون فرهنگی ناتوی فرهنگی جنگ نرم نمیدونم چی نمیفهمم یعنی شما فقط جریان کره ها رو کی ها رو در ایران رصد کنید تو ها خصوصا دختر خانوما چه نفوذ فرهنگی پیدا کردن بعد این شرق نیست این شرقی که فرهنگی غربیه رفته تو دل چین چانگچونگا برگشت اومده بعد تو کلن رادارات فقط چشمابی میگیره دیگه رو به غرب هم اسم اون شرقی بیت کنار کنار رادار هم بشینه باش چای نبات هم میخوری این برای گرفتی چجوری بهشون بگیم به امیر المومنین به قرآن قسم بالای دو ماه دارم به مسئولین امنیتی راجع به یکی از مسئول مسئولین به دارم میگم به امیر المومن حرفم گوش نمی کن حالا وایستا حالا فعلا میگم 6-7 میلیون آدم درگیرن می متوجه نمیگیره دیگه اما بگو یه نفره یه سیگار دستش یه گوشه میخواد بترکونه مثل موشک میرزم بالا سرم چتام هست دیگه همین آقا تو رو قرآن تو رو تپاس آقا این خطرناک آقا این فلانه این بهمانه اینا بچه های خودت اینا جوونن اینا نوجوونن این دشمن نیست اینو نمیتون موشک بزن تو کلش این دختر خودته این تو خونه خودتونه باشون همیشه هم میگه دختر خواهر خودم مثلا از این گروه ها ای. نه شوت چه؟ <laughs> یعنی بعد سنسورا رو بیاریم این طرف فعال بکنیم از کی رو جمهور آذربایجان ما حرف میزنیم؟ یادتونه چند سال خدا دیدید دیدی چی شد نه مثلا ما مثلا مرض داریم آزار بابا به چیز باشه که به, به ترک بازی و این قصه ها باشه ما باید اون طرفی بریم وایستیم که خودمون که اصلا عجیبه میگن دیگه الان کجا شما پیدا میکنید مثلا سفیر یک کشور آقای افشار سلیمانی اسم بگیم برم چون شد سفیر ایران بوده رفته اونجا <تصفح> رفته برنامه تلویزیونی بعد دور نشستم اونجا با یه هاچخانیم اونجا ازدواج کرده بوده بعد نشستم با هم دعوام کام مجری هم شده قاضی اون وسط یعنی دیویس هزار دولار پول من رو برداشته <تصفح> دو بیداد سفیر جمهوری اسلامی ایران کجای کاریم این تحلیل این من, من بگم بعد برم دادگاه ایشون گفت به من ربطی نده <تصفيق coworkers> <تصفح concealer> <تصفح� découvrir> ببینیم مثلا این مثالی برای شما بزنم شما یکی از کسایی که مثلا با واسطه از ایران نفت می خریدن، نفت می خریدن توی عربیل بود درسته؟ چرا فکر می کنید مثلا او میاد کوریدورها رو کانالیزه میکنه خرید نفت ما رو کانالیزه نکرده با چه واسطه این کار انجام میشه یه روزی خاص یه اوی شک بده, نفت نخره دیگه ببین توی ماجره خریدایی که ما برای هستهی انجام میدهیم یا موشک انجام میدهیم چیکار میکردیم دشمن نه ایمد خریده رو بگیره رفت رو کانال خرید سوار شد کالای آلوده داد که به وقتش دکمه رو بزنه در ماجرای پیجر های حزب جو... الله نمونه رو دیدید نگفت پیجری نخره ما بودی میگفتیم نزار پیجر بخره گفت بذار بخره رفت سوار شد رو خرید من خدمت این عزیزان این جانباز های این عمله دسته بودن بیمارستان باشون صحبت کردم دیشون من تعریف کرد میگفت من دیدم ایر... یه صدای بوغ ممتد این داریم قبل اینجوری نبود یه آلارم مخصوصی داشت میگه من دویدم رفتم اینی که برداشتم میگه دیدم روش نوشته خطا همینج بوق داره ممتنه برای که درست بشه دکمه فلان و دکمه سمت راست را با هم بگیرید فشار بدید اینو چرا گذاشته بود جفت دست با هم درگیر شه بعد آورده جلو چشمش ترکید یه دستش کلا انگشت براش نمونده بود بند خدا یه دست انگوش چشمم یه چشم کامل نابینا شده و این چشمش هم پر تکیه های رز... ریزه بعد انقدر قطع قطعات پلاستیکش سفت بود که جمجمه رو شکاف داده بود جمجمه شکونده بود خب رفته رو اون کانال خ... سوار شده بعد این چیزی که اینجوری فکر میکنه خب رو کانال نفت ما نمیتونه سوار بشه بعد مثلا بازم آه ما چرا فقط به چین نبکنه کجا بفروشیم کدوم کانال کانال پیوره درست رو فرد روزی نمیبندش بعد متنوع کنی این کانالای فروشو اصلا من نظر خودم میگم اصلا ما نباید نفت بفروشیم ما اصلا نفت جمهوری آذربایجان ما باید می ما باید اینا میدادن به ما ما از جنوب صادر میکردیم بعد سوآپ میکردیم همونطور که بعد گاز ترکمنستانو میگرفتیم نفت ترکمنستانو میگرفتیم اینا رو میگرفتیم نفت و خود اون وقت مصرف ما تبدیل می‌شدیم به چی به هاب پتروشیمی محصولات پتروشیمی گازو صادر میکردیم چی کار باید کردیم؟ باید میومدیم من... که اینو گفتم بهتون؟ باید میومدیم میادین نفتی مشترکی که ما و عراقی ها داریم ما و کویتی داریم ما, و را... و عربستانی ها با هر کشور دیگه داریم رو آوردیم اقل سهامش رو میفروختیم به چینیا به برزیلیا به آفریقای جنوبی به همین اعضای بریکس نه روسیه خودش داره یعنی چی یعنی سی درصدش رو میدادیم به اینا هفتاد درصدش رو میدادیم به مردم خودمون میدان مشترک دقت کن مشترک یعنی تو برنداری عراقی برداشته تو برنداری کویتی برداشته اینو میفروختی چینی می از سی درصد خودش رو فعال بکنه برای اینکه خیالش راحت بشه هفتاد درصد شما مردم رو انداخته بود یهوی شما یه دارایی به مردمتون اضافه کرده بدون اینکه خلق پول کرده باشید و تورم اضافه کنید دیگه این ببین یه لغمه رو جویدن تو دهنیا یارو گذاشتن دیگه همین هم قرد نمیدن <تصح> <تصح> میگه دهنی بعدشون میاد قشنگ <تصح> آقا جای دیگه لا لا <تصح> حالا دوستان شاید بهتر متوجه شدید که چه کسایی رو میشود زد در دنیا من دیگه نمیتونم از این واژه میگم حرفای خطرناکی زدم خب چه کسایی در دنیا هستن این کیس آماده بنده خدا اثرش 20 برابر کجا کجاها باید وارد شد یعنی ما بدونیم آقا اگر داریم حیفا رو میزنیم تو چه اندازه‌ای باید بزنیم یعنی داشته باشید کدوم رو بزنین ولی مثلا چینیات بخش کانتینریش هم رفتن سرمایه گذاری کردن بزنین صاف هم کانتینر چینی داداش تو چی داری میزنی ما رفتم تو پولای ما رو چرا میزنی بدونید کدوم بخش آیا بزنیم مثلا حیفا رو از رد خارج کنیم یا یه میاد میگه آقا میزنیم فوجیرا رو از رد خارج کنیم صاحب کن داداش کجا داریم 80 درصد واردات کالای خودمون از امارات و آرام تامین ارزمون از امارات و آرام روسیه را هم اماراتیا برداشتن آوردن همین اماراتی ها 50 میلیارد دلار رفتن در ترکیه سرمایه گذاری کردن اماراتی ها همین چند وقت پیش رفتن رأس الحکمه در مصر رو در مدیترانه جنوب در میشه مصر 37 میلیارد دلار ناخالص سرمایه گذاری کردن رسما بندره رو خریدن مردم از خبر ندارن خریدن یه تیکه مملکت این خریدن امارات من امروز به ذرس قاطع میگم من کشوری به کنشگری دقیق و درست امارات توزه به نمالی الان نمیشناسم بسیار دقیق بالا من روابط اماراتی ها با هندیار دیگه نگفتم روابط اماراتی با اسرائیلی ها دیگه نگفتم امارات رسما سرباز داره الان تو فلسطین دارن می جنگن. یه حزب اسلامگره ترکیه هم توییت زدم دیگه داره میگه حداقل چهار هزار نفر سرباز ترکیه دارن توی فلسطین می برای بر اسرائیل اینا دورگاه های دو تابعیت های ترکیه اسرائیلیان. که این رهبر این حزبشون اومده بود گفته بود که بیاید اینا رو سلب تابعیت کنیم از ترکیه آقای اولمرت آقای اولمرد 2006 میگه این کشورهای عربی بودن خرج جنگ هم به ما دادن جنگ سی و روزه رو گفتن فقط بزنید تموم کنید لبنانو اخیرا این کتاب وار که اومده بیرون اونم باز پریروز روز توییت زدم اهمه شو براتون گذاشتم این کتاب داغ داغ هنوز تو تنور در اومده خدمت شما عرض بکنم سفرهای بلینکن از در ماه اکتبر. از تقریبا یه هفته هفت هفته از بعد از 7 اکتبر شروع شده از اسرائیل شروع میکنه میاد میره عربستان بحرین امارات چی چی تا مصر آخرش از عمر برمیگرده این یه بخشی از کتاب اینا در مورد اوکراین هم داره چه دیگه هم داره خب اونش هم جالبه حالا وقت کنم اونا رو خلاصه میکنم براتون میذارم اونجا هم خیلی جالب نوشته که چی میگه ما رفتیم اردن گفت آقا فقط بزن پدر اینا رو در بیار ما تابلو نمیتونی بگیم میگه پادشاه اردن گفت رفتم یه عربستانی میگه به خیالتون هم راحت با خاک یکسان کن اونجا یک دلار خرج ما نخواهیم کرد دیگه یک دلار خرج نخواهیم کرد اماراتی گفتن عالی اصلا هیچی نذارید از اینو بمونه دیگه میریم مصر میگه تو مصر تعجب کرده بودیم تمام نقشه تونلا رو همه چی رو عباس کامل رئیس اطلاعات مصر داد بهمون گفت اینا هم تونلاشونو بگو بزنن نقشه تونلاشونه که بعد این مجبور این عباس کامل رو عوضش کنن دیگه گندش در رو. بعد که برگشت گفت فقط به چیز بگید به نتانیاهو اینو اماراتی گفتهن بذارید ما یه سری کمک‌های بشردوستانه در حد آب این چیزا بدیم کفن دیدی تون تون کفن می‌فرستادن دیگه کفن می‌فرستادن بهشون بدیم یه زایست فلان نتانیاهو گفت نه خیر ما این را هم نمی پذیریم بعد کمک های بشر اماراتی الان در ترکیه دیدی یه مهر و شیکوندن جی پی اس در اومده جی پی اسه امارات سنی برای شیعه لبنانی مهر فرستاده بشین نماز بخون یه محموله شست هزار تایی دیگه مهر گوش کنید اینش بازجه شست هزار تایی دیگه مهر لو رفت یه دیگه هست. این نیست که به واسطه یه سوری از قبرس وارد کرده بودن که توی مهرا مواد انفجاری داشته جز چیه که هم مهر استفاده میکنه یعنی قشنگ میخواستن شهست هزار نفر رو کنن <applause> حالا خداوکیلی این واسطادن جلو اینا دیدید قدش چقدیه <applause> چه عجیبیش میره چقدر عجیبه و فهمید چرا هیلاری کلینتون وقتی داره میره میگن مسئله چی و فلا میگه ایران 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 از نتانی ها میپرسن میگه همین ایران آره ما میره چه ما اصلا که بره برای به هم زدن برنامه های اینا خلق شده همین اینه آره دیگه همینه مثلا تو مثلا امام حسین داشته باشی برنامه رو اینه دیگه برای چی میگه پرچم امام حسین خب احمق مثلا بخویم میگه یه خود سیاست مدار باش 80 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان شیعن پس یه پرچم بالا بیاره لاقل می یه نه نمیارزه این خیلی این حسین خیلی خطرناک هر جا پاش باز شده موتور ما اومده پایین قرار بود کل این کشور رو اعلام کنن اسرائیل به رسمیت بشناسن روابط حسن است به هیچ کس هم رب نداره آقاشون هم اسرائیله سیادت اسرائیل هم قرار بود بپذیرن این که آیا همدانی مصاحبه کرد اینم دیروز توییتشو زدن با الجزیره گذاشته بود اینا مهم ما این توییتر که میزنن میخوام بخشای این تیکای پازلیه اونجا چی میگه میگه ما دیدیم تا آخر عمر باید سیادت اسرائیل رو بپذیریم دیدیم ما نمیتونیم و شب عملیات 7 اکتبر همه رو جمع میکنن 1400 نفر نیرو جمع میکنن و برمیگردم بهش میگم میگه هر کی میخواد برگرده بری بیرون بره میگه یک نفر بیرون نرفت میبینی قصه باز چقدر امام حسینیه یعنی اونجاش هم که با سنیه ماجرا امام حسینیه قصه امام حسینه من خب بپذیر میخوام نپذیر اصلا من ایدئولوژیک نگاه نمیکنم ایدئولوژیک نگاه کنم برای من مسئله ایدئولوژیک ها اما کاملا گفتم اینجور تحلیل بکنم فردا یک چهار نفری اونوری هم نشستن گوش کردن بگن آقا منافع ملی و کوروش و هخامنش و بشین حال کن آره اگه میخوای بری تا مدیترانه قصهش اینه بعد شما مثلا عراق گرفتیم نگاه کن گرفتیم که محور مقاومت بعد سوریه بعد مدیترانه ای قشنگ کریدور شرقی به غربی داره درست میشه طالبان هم اینجا درست کنیم کی پایینو داره درست میکنه تو دل این دعوه ها ببینید چین، افغانستان، ایران، عراق، سوریه، مدیترانه خب اینجا چند تا مشکل است آمریکا از خواهر بری بیرون خب بری بیرون اسرائیل هم باید نابود شه لابد باید بشه <تصفح> یه قصه این طرف داره پیش میره برای چی سر بوکمال قائم مرز بوکمال قائم لب مرز عراق و سوریه است آمریکا یا بر... همون جایی که حججی رو سر بریدن همونجاست بارها آمریکا خودش حمله کرده برای چی میگین کریدور زمینی برقرار شده به مراتب این کریدور شرقی غربی مهمتره به مراتب شرقی غربی مهمتره به مراتب چین صادر کننده اصلی است جنوب شما به کی میخوای صادر به روسیه چی میخوای صادر کنی بله بیا تو ایران تو بنده چاوارت هم را بنداز اما نه برای افغانستان فقط افغانستان هم بیا در طریق تو بره آره خوبه اون که محصور به دریا راه نداره و دنبال اینه که چون طالبان اومده سرکان طالبان پاکستانی ریشش اما دوست نداره وابستگی دائم به ارتش پاکستان داشته باشه دنبال یه رقیب میگرده برای پاکستان بیا از تو ایران رد اشکالی نداره البته فکر نکنید پاکستان بیکار میشینه این گروه های رو همه میکنه هر روز بیان زیر یه راه و, ریلی و همیشه کاری بکنه برای کنترل او هم تو باید با ها جوری پیش بری که بتونی اینو موازنه برقرار کنی اینا پیچیده است بعد نگاه کنیم مثلا اینا اصلا فرادولتی اصلا دولت ها عوض میشه اینا ذره درش تردید نه دو حالی مثال براتون بزنم روسیه از شمال اگر ما یه راهنم رو درست بکنیم هفت هزار کیلومتر نزدیکتر میشه به هند هندی ها از روسیه زغال وارد میکنن هفت هزار کیلومتر میتونه به از ایران بیاد رد چه بره خب ما چقدر اینو اینجا میدید یک مسئولی در کشور ما گوش کنید یه مسئولی تو کشور ما یه نگاه فنی داشت به این ماجرا میگه مثلا این پله میریزه درستم بود این حرف شادی یه جاهایی و خیلی مثلا قبول ندارم به فرض درست بود اما این ضرر منفی 20 یه مثبت 180 اونور بود دو 160 تا میخواست بمونه اونو نمیدید چرا چون نگاهش لوکاله یه کسی باید باشه فراملی نگاه بکنه یه کسی باید باشه کلان نگر باشه مثلا مجلس تو همین مجلس انقلابی دو میلیارد دلار میخواستن از پول نفتی که ما داشتیم از بیرونی بگیریم میخواستن بزن تو حوزه کریدوری یه نفر از اعضای مجمع تشخیص مسلط نذوش گفت چه خبره این دو میلیارد دلار میخواد خرج کار واجب تر داریم احتمالاً محمد لهنم گفت الان حرف بزنی قصه میشه حرف نزنی والا ما یه جای وظیفه شرعی تو بیار بگی هی میگی اینو کار خودشون میکنن وقتی مردم بدونن من تو چیزی هم نگفتم و من بابت تک تک اینا دیتیل دارم یعنی تو جمهوری آذربایجان صدها ساعت حرف هست چه کسایی چه جوری چیکار کردن کدوم شرکت ها مهربان علیف خاویار با هم خاویار میفروختن بعد اومدن می اینجا چی میگفتن؟ گفتن ازن. نفوس کردیم توشون داداش غلام <تصفت> رفت آب بیاره دیدیم آب غلام رو برد غلام رو برد حسن رو برد شهرام رو برد برام رو آره حالا با جمهوری آذربایجان چقدر پیش بری؟ تبدیلش کنی به اوکراین جدیدت؟ اشتباه چجوری باید مدیریتش کرد؟ اینا پیچیده است حالا نگاه کنید ببینید رهبر این مملکت با همین بزاعت با همین اقتصاد با این دنیا این کار رو باید پیش برد. بعد تو یه خانواده چهار نفره میخوای بری شمال بین بچه سر اینکه شیشه بالا باشه یا پایین جنگ جهانی تو همین رو درست کن تو خونه خودتون بین شبکه پویا و تو میخوای مثلا اخبار گوش کنی جنگ جهانیه بچه خود تو نمیتونی انا پر بیننده این شبکه ایران پویا دیگه از از بچه ها و میلیون رنگ و با رنگ گوری مگوری داری یکی تا نگیره, نگیره، آروم نمیگی گیریه، یه داری تا از اونی که میگه واکسن جی پی کردن تو خونتون داری تا اونی که در به در دنبال اونی که واکسن ولو آمریکایی ولو مریخی فقط بزن میره ارمنستان واکسن بزنه داری همه اینا هم ایرانیان کنار هم میگن نسبت به همه اینا تعهد داری نسبت به همه اینا یکیشون یه خورده اینجوری خورده اونجوری خلاصه بازار شامی رو باید مدیریت کنی خیلی سخته صبوری میخواد پدری کردن میخواد بخشش میخواد محمد و و نه فقط این و نه فقط این این بیرون عراقیه رو باید حواست باشه لبنان رو باید حواست باشه اون فلسطینی رو حواست باشه یمنیه که هشت سال محاصره بود بهترین وقت زدن عربستان بود اما تو میگی خب الان این محاصره باید بشکنه اینا باید نفس بکشن یه چیزی بیاد بهشون برسه ببین آخرتی بعد تازه معتقد به آخرتی آخرتی هست آدمی نمیشه خیلی پیچیده است درست شد بعد تا اون چیزی که ما میفهمیم ببین چقدر مطالب است ما اصلا خبر نداریم روحمون هم خبر نداره من چیز باز که من فقط دو تا شرکت برای شما باز کردم. چون این سهیونیست چجوری دارن از آب کره میگیرن بعد اینا برای بزرگترین دشمن اسرائیل یعنی ایران برنامه ندارن اصلا نفوزی هم ندارن مطلقا براشون اصلا مهم نیستش که چه کسی به قدرت میرسه طبیعی اصلا بله ببخشید ما سر شما رو درد آوردیم امیدوارم مفید و فایده بوده باشه جلسات بعدی دیگه از این چیز سیاسی اقتصادی در خود آخر و زمانی تر میشه ان به شرط حیات یا علی